شما به کارگردانی آقای یاسر عزیز ما که زحمت بسیار میکشن برای ما خب امیدوارم که ایرانیان عزیز هر جای دنیا که هستین خوب باشین زنده و پاینده باشین <تصفح> بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند ما رو هدایت بکنه خداوند داشت شو گذار گذارم برای این برنامه خداوند از تو می در نام پرجلال ایسای مسیح خداوند رهبریت برنامه منه خداوند در های خودت بگی شکرت میکنم برای این وقتی که به من دادی خداوند قلب ها رو لمس کنی خداوند تا از کلامت که میشنون به قلب ها بشینه خداوند به تو آب یاریش کن تا خداوند حقیقتا ایرانی های ما آزاد بشنی خداوند و در رای تو قدم بزنن به نام عیسی مسیح میطلبیم خداوند امروز ایران ایرانی رو از قید و بند آزاد کنی به خداوند از دست اسارت آزاد بکنی به نام عیسی مسیح خداوندم آمین خو عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین هر جایی که ایران که هستین همه خوب و سلامت باشید در سایه خداوند امیدوارم که شما یا شما هم خوب باشین حالتون چطوره امیدوارم که این پاییز الان بارونای پاییزی داریم ولی ما اینجا نه بارون داریم فقط آفتاب داریم یه ذره هوا خنک شد ولی با این وضع بارون خبری نیست اصلا خبری نیست از باران امیدوارم که شما خوشحال باشین که بارندگی نعمت خداوند که دارین خب بیزار برنامه رو با شعری که میخونیم هر هفته براتون یه شعر دیگه بخونم از عیسی مسیح خداوند که به من حقیر و خادم کوچیک خودش اینا میده منم برای شما میخونم هر هفته یه دونه رو میگه به کهروبیان قصر پادشاه گویم که با شادی پرستش میکنند آن پادشاه آن شاه شاهان را که در غصرش هزارم فرشته به خدمت ماندن با قلب و با جان من آن پادشاه شاه شاهان را پرستم که آوازش تمام دنیا را در مهر و محبت پر کرده غلام پادشاه هم خداوندی که جانم را پر از شادی کرده چه گویم که نیکویی و مهرش تمام عالم را به فیضش پر کرده جلال باد شای شاهان را بخوان نام خداوند شای شاهان را که تا آزاد گردی از گناهان که شادان به پیش او آیی بگویی شک بر این شای شاهان خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه به نام عیسی مسیح جلال مال خداوند عیسی خداونده خب تحریم های دوم هم اومد میدونم که از همه مدیا از همه جا شنیدید از تمام تلویزیون های ایرانی خارج از کشور شنیدید البته تو ایران که نمیگن آقای ظریف اونجا میگه که انتخابات هم شده تموم شده میگه که آمریکا منزویه هر دوتا مجلس هم میبازه خب یه دونه رو باختن یه دونه بردن ولی تقسیم کردن بین خودشون اینجا همیشه همینجوریه یکی اون داره یکی این خوبیش هم همینه دموکراسی خوبیش اینه که یکی اون داره یکی اگه هر دوتا رو یه نفر یک حزب داشته باشه امکان داره خیلی بالاخره بلند پروازی بیش از حد بکنه که همه رو خراب بکنه ولی خدا رو دوتا با هم, هم با هم هم دست به دست هم و بالاخره کارهای کشور خودشون انجام میدن ولی آقای ظریف هر چی محاسبه ای که کرده بود غلط بود همه آقای روحانی میگه که تحریمی که شدیم از طرف آمریکا برای مردم ایرانه اتفاقا برای مردم ایران نیست این تحریم درست به مردم یه ذره فشار میاره ولی با این وضع اینا باز گذاشتن اینا مقداری نفت رو بفروشن پول به اینا ندن ولی به اینا مواد غذایی کشاورزی صنعتی این چیزها رو برایشون بدن با دارو همه دروغه یعنی کار این رژیم چهل سال دروغ گفتنه فقط دروغ گفتن دروغ تعبیل دادنه اصلا همچی چیزی نیست هر چی میگن دروغ میگن هیچ تحریم تحریم دارو ندارین تحریم کشاورزی ندارین خوراک ندارین بس پولو اگه به دست اینا میدادن همینجوری که چهل سال دارن میدوزدن همینجوری باز میدوزیدن پول گذاشتن تو یک حسابی براشون از اون حساب ور براشون دارو میخرن باید دارو بخرن باید چیزهای کشاورزی بخرن خوراک این چیزها بخرن بیارن بس تحریم برای مردم نیست تعریم برای رژیمه تعریمیه که رژیم دیگه نمیتونه دزدی اون موقع که از نفت میکرد همه رو میفروخت تا حالا هم این همه فروخت و خورد دیگه نمیتونه این کار بکنه شما نگاه بکنین توی مازندران سیل اومد 22 تا روستا رو جاده شو خراب کرد میدونید جاده روستایی هم یه جاده است که دو طرف داره اگه اینا الان اسفالت کردن خب رای دیگه نداره مردم باید از همون را برن بیان اون دو 22 تا جادهش خراب شده بعدا اینا اعلام میکنن که آقا از ایران که از غرب باشه کرمونشا اون طرفا یه چهار بانده بزنیم اتوبان چهار بانده بزنیم که مردم راحت تر برن کربلا و بیان کربلا ای ما کجا هست حقیقتا مردم شما یه ذره فکر بکنید کربلای شما کجا هست؟ کربلای شما همون شکم های گرزنه بدبخت و بیچاره معصوم طفلایی هستن که توی آشغالا دارن غذا ورمیدارن میدارن کربلای ما روستاهایی هستن که خراب شده جادهاشون درست نشده کربلای ما آدمایی هستن که بیخانمان شدن من برم اتوبان چارتایی تایی بزنم نمیدونم یا اتوبان چهار طرفه بزنم که راحت برن کربلا و بیان یعنی پول ما رو ببریم همه توی عراق سر یک مرده خرج بکنیم این همه بدبختی که توی ایران است اینا رو نمیبینم بعد آقای ضریف اونجا از برای آمریکا تکلیف دهی میکنه آمریکا منزوی شده شما در فکر خودتون باشین که منزوی شدین اعلام هم که دوازده شرط آمریکا رو قبول میکنه اینجا هوای ما یه ذره گرم شب سرد ما روز با پیرن میایم شب که میشه خب همینجوری میمونیم با پیرن سر کار میایم بیرون میبینیم پر سرده مثلا شده از هشتاد درجه شده یه دفعه به 60 درجه 20 درجه اومده پایین به خاطر همون آدم سرما میخوره از سینه از ببخشید به هر میگفتم اینا هی کربلا کربلا میگن کربلا ای ما همینجاست خوش اومد دیروز یه فیلم کوتاهی فرستاده بودن که سردر دانشگاه ورودی دانشگاه رو یه پرچم آمریکا زده بودن که مردم لگت بزنن روی پرچم آمریکا پرچم مال ملته نه دولت هویت یه ملته پرچم همینجوری هویت ما رو ورداشتن پرچم شیر خورشید رو پرچه من خرچنگ زدن اصلا پرچه می که مال ملت ایران نیست مال هویت ما نیست اصلا بعد مردم نه که روی اون نمی رفتن بلکه همه شما دیدین البته تو تلویزیون ها نشون دادن توی این فیسبوک ها نمیدونم توی, توی تویتر و توی همه جا دیدین تو میدیا ها دیدین اینو که مردم همه از روش میپریدن یا از کنارش رد میشدن ببین چون ملت ما اینقدر فرنگش بالاست میدونه که این پرچم هویت یه ملته من نباید روی هویت یه ملت پا بذارم ولی جمهوری اسلامی چیکار میکنه هویت یک ملت میگیره پرچمش عوض میکنه یه پرچم خرچنگ نشون میذاره میذاره براش ملت هم ایچی نمیگن ما از بس که چهل سال به ما ظلم شده به ملت هم یک نشینی کردن اینا هر کاری دلشون خواسته هر بلای دلشون خواسته سر ملت آوردن تا جایی که اصلا برای ملت ایران نمیخوان کار بکنن فقط میخوام برای ملت برای موقعیت خودشون برای حکومت خودشون میخوام پولا رو بفرستم برای حزب الله لبنان یمن عراق اون گنبدای عراق درست بکنم میدونی چقدر هزینه شده تا حالا توی عراق چقدر نفت ایرانیا فروخته شده که ما غم قبرای مرده ها رو بخوریم که این همه پول بره روی قبرهایی که اصلا معلوم نیست توش مرده هست نیست اصلا تمام وقتی این فیلم ها رو میبینی اکس ها رو میبینی میبینی جوون هایی میبینی که دارن از ظرف آشغال غذا پیدا میکنن بعدا دولت من ما اونجا نشستن غم عراقی ها رو میخورن یه بیمارستان در آفریقا درست بکنیم چهار تا خونه توی لبلان درست بکنیم غم فلسطینو بخوریم غم یمنو بخوریم بابا نفت مال ملته شما دولتین شما نوکر ملت باید باشین خادم ملت باید باشین نبیایین اونجا پول ملت رو برداریم بدیم بین اون هر روزه دارن روی تلویزیون های ایران دارن دروغ میگن مردم هم اینقدر این تلویزیون های ایران رو گوش میدن دیگه دروغ باورشون شده هر چی دروغ میگن باورشون شده باور بکنین همین روزا است که یه ما دیگه دو ما دیگه اینا بیان اون دوازه شرط تا امریکا هم قبول بکنن ولی ملت این ضرر به شما میرسه اگه بیان اینا با این دوازه شرط هم قبول بکنن یه جوری هرچی هم که قبولم بکنم بکنن باید اینقدر کلک و دروغن زیرابی یک کارهای دیگه میکنن کاری ندارم ولی حالا این ملت ایران باعث میلیونی حالا یک سال من میگم میلیونی بیاین توی خیابونا اگه میخوایم واقعا آزاد بشین از این حکومت نه درگیر بشین با سپاه نه با نیروهای نظامی فقط میلیونی بیایم بیرون وقتی دولت ها میلیونی رو ببینن هیچ دولت هیچ ارتش دنیا نمیتونه روی ده بیس میلیون آدم آتش توفنگ بیاره با همه رو بزنه بکشه اصلا این کار رو نمیتونه بکنه به هیچ وجه اگه واقعا میخواین آزاد بشین از این دولت به یک دولت خوب بیاد سر کار بیایم بیرون میلیونی ها بیایم بیرون الان که هشتگ میدان گذاشتم تو میدان میلیونی پر کنین حالا تو میدان نباشه 500 هزار تا تو این میدان باشه 500 دیزار تا جای دیگه 500 هزار تا جای دیگه تهران پونزده میلیون آدم داره یعنی پونزده میلیون آدم همه طرفدار جمهوری اسلامی هن. یک میلیون شاید دو میلیون طرفدار جمهوری اسلامی باشن که اونم از خودشون دارن از خودشونن که نو میخورن دوازده سینزده میلیون آدم میتونین هشت میلیون هفت میلیونش بیفتیم بیرون هیچکس منتظر اویکی نباشه اون هفته هم گفتم میتونین شما همینجوری روی فیسبوک ها روی همین هر چی باشه تلگرام هر چی با هم پیغام بدین که آقا مخالفیم بیاین بیرون همه بیاین بیرون یه روزی تعیین بکنین همه بیافتیم بیرون خودشون میرن باور بکن خودشون میرن اینا الان از ضعف ملت ایران دارن استفاده میکنن میگن ملت ایران اون جرات ندارن اون ارزه ندارن بیان بیرون ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم باور بکن اینا ترسوتر از همه دولت ها هستن اینا هارتوپورد زیاد دارن ما امروز میخوایم آزاد بشیم باعثی یه حرکتی هم از خودمون انجام بدیم بالاخره فقط حرف که نیست یه عملی باید انجام بدیم اینجا گفتن که مثلا بیا همه خارج ها پول بذارن که برای براندازی حکومت که یه ماه دیگه دو هفته دیگه یه فاین رنزینگ میخوام بذارن که بتونن پول جمع بکنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن خود خب بعضی هم هستن باید وقتی حرکت نمیکنه با پول خودش باید بذاره دیگه میتونه پول خودشی بذاره که برای آزادی کشورش چقدر ما میخوایم بایسیم اینجا دروغ بشنویم چقدر میخوایم بایسیم نگاه بکنیم ملت های دیگه زندگی دارن میکنن ما خودمون بدبختی بیچارگی بیش از حد داریم همیشه صبح تا شب باید غم و غصه یه یعنی نفر دیگه رو بخوریم وقتی من در خانه خودم نتونم خودم اول تقویت بکنم چجوری میتونم فرزندانم رو تقویت بکنم من اول باید خودم رو تقویت بکنم خودم رو سرحال بکنم تا بتونم فرزندان منم بتونم اونا رو هم حفظ بکنم ما بایستی اول ملت با هم متحد بشیم بیا بریزیم بیرون میدونم شما از همه کانال ها داریم میشنوین ولی یه سال ما الان دارم میگم میلیونی اگه بیایم بیرون هیچ حکومتی نمیتونه شما رو نابود بکنه هیچ حکومتی نمیتونه بیاد شما رو سرکوب بکنه وقتی میلیون آدم بیاد بیرون هر شهرستان هر استان بلاخره دو میلیون سه میلیون داره که استان شاید میلیون هم داشته باشه خب بریزن همه بیرون یه اشتباهی در پنج و کردیم تموم شد ما که نه از اشتباهات خودمون درس نمیگیریم یه پیام کوتاهی برام اومده بود نوشته بود که در جنگ میگفتن که عراقی ها یک سری رو معاصره کرده بودن ایرانی رو بعد ما میخواستیم آزوغو برسونیم به اونا چند تا اولاغ رو پیدا کردیم این اولاغا رو بار کردیم که برای اونها آزغو ببریم ولی اون اولاغا یه اولاغ یک بار رفته بود پسره گفت که این اولاغ یک بار اون را رفت دیگه نمیره این نیار اگه این بیاری این نمیره اولاغای دیگه هم میمونن نمیرن چون یک بار این رفته این را رو دیگه نمیره اولاغ خب او اولاغ عوض کردن که بتونم ببین ما ملت ایران چهل سال اشتباه کردیم حاضر نیستیم هی همون را را هی میریم حاضر نیستیم اون رای ما را عوض بکنیم روی اشتباهات خودمون همونجوری استادیم همونجوری داریم اشتباهی میریم جلو بابا ادم با یه اشتباه میکنه دیگه رو اون اشتباه خودش نمیمونه که تا کجا باید این ملت داغون بشن که تا همه بیفتن بیرون شما اینکه پول دارین ذره دستتون به دهنتون میرسه فکر میکنین که امنیت دارین نه فردا اگه ملت که بدبخت بشن واقعا گرسنه بشن میان سراغ شما از دیوار شما میان بالا فکر نکنین که شما یه ذره پول دارین الان وضعتون خوبه میتونین خودتون رو بگردونین نه دولت مردای ما که معلومه تمام این پولار چهل سال میدونی چقدر پول نفت گرفتن اینا موقعی شده بود نفت صد دلار الان هم تازه هفتاد دلار کم نیست این همه میلیارد میلیارد پول گرفتن چی شد همه رو بردن روی گنبد کربلا روی مرده ها درست کردن اونجا برای ما ما برای این پرستش بکنیم ما تو سرمون بزنیم که دو هفته پیش در روز پیش دو هفته پیش همه پیاده رفتن یعنی از واقعا ما ملت یه کاری کردن که این فکرهای ما خراب شده که ما از اینجا پیاده حتی هنر پیشه هم تونها بودن پیاده داشت میرفتن هنر پیشه ای که تا دیروز کمونیست بود هنر پیشه ای که تا دیروز اصلا خدا را قبول نداشت ما نمیدونم چرا اینقدر همیشه اینو میخوایم نگاه بکنیم همرنگ جماعت بشیم چرا چرا میبینیم که چهار نفر داره رای اشتباه میره ما به خاطری که دل چهار نفر رو خوش بکنیم ما مو اشتباه رو بکنیم مام همون راه رو را بریم چرا ما ملت کی میخوایم که واقعا تشخیص بدیم را و رو از خودم میگم به همه ای ما میگم بیش از که اینقدر حرف بزنیم یک ذره عمل داشته باشیم یک ذره عمل داشته باشیم ده درصد عمل داشته باشیم نوت درصد حرف بزنیم ده درصد عمل داشته باشیم لاغل صبح تا شب فقط حرف داریم جوانای ما تحصیل کردن تا می‌بینن امریکا اروپا میبینن اینا تحصیل کردن یه گرو گرو دارن میان از ایران بیرون اینا همه سرمایه است اینا سرمایه نفت نیست ولی سرمایه فکر سرمایه اینا کمتر از نفتن همه دارن بیرون بیرون میرن اینا یک مملکتی میتونن آباد بکنن با فکراشون یه مملکتی میتونن سازندگی بکنن چینیا دو میلیارد آدم دارن دو میلیارد جمعیت دارن درسته یک سریشون هم ولی با این باز ببین چقدر خلاقن از توی مدرسه چیزهایی درست میکنن دستگاه برقی الکترونیکی درست میکنن میفرسن بیرون شما نگاه بکنی الان چین چقدر رفته بالا پل روی دریا و رودخونه میزنه که اصلا واقعا دیدنیه ما نه اینکه ببین اون موقع اگه ما رو انداختن ما میخواستیم ژاپن دوم بشیم آمریکا یا اروپا هر که دیدن که آقا یه ژاپن داریم که الان خودش قوی شده حالا یه ژاپون دیگر هم بیاره اینجا اونم قوی بشه منم منم بگونم انداختم ما رو ولی خود شما الان باید باهوش باشین چی بشه آقا سیزده آبان اومدن نمیدونم سفارت خونه رو گرفتن کلی مردم و چهارسن نفر آدم گروگان گرفتن که چهل سال ما بدبختی همونو داری می کشیم. تعریم داریم میکشیم تحریم داریم میشیم بدبخت شدیم از نظر اقتصادی داغون شدیم تا کی میخوایم نفری نفرت و مخالف کسای دیگه باشیم کشورهای دیگه باشیم تا کی تا کی باید بگیم مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکا مرگ بر عربستان مرگ بر تمام همسایه ها مرگ بر تمام دنیا فقط ما باشیم اگه میشه همچی چیزی من یه جا اینجا نشستم توی این محله بگم مرگ بر همه همسایه های خودم زنده باد فقط خودم میشه همچی بابا باید با همه دوستی بکنم شاید یه کاری فکری اونا داشته باشن که من بتونم از فکرهای اونا استفاده بکنم چرا میگن که دوستی بکن با هم زیست بکنین با هم زندگی بکنین اگه تقریبی بود خب هر که تقریبی برای خودش زندگی میکرد دیگه یاسر جان ما اگه آماده است بریم یه سرودی گوش بدیم برگردیم به شما عزیز ایران بله درد دل زیاده میگیم ولی واقعا میخوایم که ایرانیا حرکتی انجام بدن از خودشون خدایش دیگه باعثی الان موقعش رسیده که حرکتی انجام بدیم میبینی چقدر گناه در ایران زیاد شده میبینی این آدمایی که زنایی که شوهر دارن میرن توی خلاب شوهرایی که زن دارن میرن زنا میکنن دیدین چه اخلاقیات دیدین تو ایران چقدر خراب شده پسر به پدر رحم نیست پدر به پسر رحم نیست دختر به مادر او یکی به یکی رفیق به اوکی هیچ کس به هیچ کس رمی نداره از سر چیه؟ اثر سر چهل سال بدبختیه که این حکومت برای ما آورده بلا ملت ایران که این نبودن که درست گناه بود ولی نه تا این حد که زنا با هم نمیدونم مسابقه بیزارم من میرم مثلا شوهر داره من برم من نمیدونم یه پسر جوون پیدا بکنم با هم مسابقه بدن یا مردایی که زن دارن برن دنبال دخترای 15 ساله 14 ساله 16 ساله 17 ساله چرا روز به روز داره اخلاق ملت ایران داره همینجوری خراب میشه فرهنگ ما بالاست ولی وقتی فساد باشه توی این فرهنگ فرهنگ هم خرام میکنه توی اینجا امریکا توی لس آنجلس و کالیفرنیا اینقدر از کشورهای دیگر اومدن میشه انترنشنال شده اینجا یعنی از همه قوم اینجا هستن نمیتونن ردنگ باشن یا ریسیس باشن ولی شما میرین ایست کوست میبینین حقیقتن سفید پوسا مثلا ریسیستن چرا؟ برای اینکه ما ایرانی اصلا نمیدونن ایران کجاست به اینا میگه ایرانی اصلا نمیدونن نقشه ایران کجاست ولی اینقدر دیگه شنیده ایران نمیدونم فلان جا خرابکاری کرده ایران بی... اینجا خرابکاری کرده اونجا تا میگه ایرانی میگه توریستی در صورتی که ایرانی ها اصلا این کار رو نمی کنن. شما میبینید این همه توریست هستن هستن یک دونه ایرانی توش هست تازگی اروپا اونم از طرف دولت میان چند نفری دارن اسم ایران هم خراب میخوام میکنن میخوان دولت ایران میخواد اسم ایرانی خراب بکنه تا حالا اسم ایرانی ها در اینجا خوب بوده ای از این بعد میخوان از این طریق هم میخوان ایرانی ها رو خراب بکنن بس ملت بجون بین که تا این حد هم که الان فعلا هستین مردم دنیا شماره مردم با دولتش سوا کردن میگن ملت فرق میکنه با دولتش پس تا اینجا هستین نگذارین دولت شما رو خراب بکنه از اینجا خودتون دست به عمل بشین خودتون کاری انجام بدین خامنه ای اون این اونا کی هستن اصلا باور بکن شما میلیونی بیاین بیرون هیچ هیچ کس نمیتونه بیاد شماره. اینا خیلی ترسوتر از اونان که شما فکرشو میکنین پا میذارن به فرار شما نگاه بکنید یک نفر میگیرن میخوان ببرن و یه دختره رو گرفته بودن به جلو دانشگاه چند نفر گرفته بودن گفتم بی حجابی یه دختر رفت جلوی ماشی موند نذاش گفت تا بچا بی بیرون آزاد نکنیم من همینجوری صدرای را، تو میشم نمیذارم برین دیدی چون ترسیدن سریع فرستادن چون دیدن همه فیلم گرفتن الان تمام مدیا همه نشون میدن و نشونم دادن بعد اومدن تتپته افتادن گفتن نه چون اومد جلوش واسط رانده ای ما ترمز دست سری اونو فرستاد و نه خیلی داشت زیر میگیره دختر رو اینه پس شما بدونین که اگه بخواین شما بیاین جلو اینا خیلی ترسوتر از اونان که شما فکرشو میکنین وقتی یه نفر میگیرن اگه ده نفر شما بیاین بگین آقا ولش کن سری از ترس ول میکنن میرن فرار میکنن بس بدون اینا ترسو هن. فکر نکنی اینا قوی هستن من امروز باید از امروز برای شما از کتاب انجیل مقدس براتون میخونم از رومیان از باب هفت از هر جا که بتونم تا هر جا بتونم براتون میخونم از شریعت و گناه میخوام براتون صحبت بکنم که گناه در ایران خیلی هم زیاده خیلی خیلی زیاده بخصوص شریعت تا آنجایی ما رو هدایت میکنه که ما گناه خودمون تشخیص بدیم طبق اون شریعت میگه که به همین دلیل من تا زمانی که از احکام شریعت اینو پولوس داره میگه آگاهی نداشتم از زندگی آسوده ای برخوردار بودم اما وقتی از این احکام آگاهی یافتم متوجه شدم که آنها را زیر پا گذاشتم به همین علت گناهکار و محکوم به مرگ هستم شریعت تا اندازه ای به شما نشون میده کتاب مثلا اون موقع عتیق نشون میداد که شما آقا این کار بکنین گناز آدم بکشین گناز زنا بکنین مال مردم بخورین گناس نمیدونم دل مردم در بیارین اینار اینا رو بهتون یاد میداده که شریعت تازه میدیدی توی هر میکنی داری گناه میکنی ولی تا اون موقعی که اونو نمیدونستی اون شریعتو رو نمیخوندی میگفتی این دیگه حق منه که سر کسی رو کلا بیارم. این حق منه دل کسی رو در بیارم حق منه که زرنگ باشم در زندگی وقتی اونی میخونی تازه میفهمی که نه تو داری این کارا رو میکنی، همه اشتباه چون برای اینکه درون ما اون طبیعت و کونه ما همیشه دوست داره که گناهکار کار باشه چرا ما البته نمیگه من گناهکارم، میگه من زرنگم من میتونم از همه سرم بهتر میتونم سر مردمو کلا بیزارم بهتر میتونم با مردم مثلا روز زرنگی کاسبی بکنم همیشه منم منم صحبت دیگه من بیاتر از کسی گر. همون احکام نیکو که انتظار میرفت رای زندگی را به من نشان دهند سبب محکومیت و مرگ من شدن شریعت اومد که رای زندگی خوب به من نشون بده که من رای زندگی خوب پیدا بکنم من نجات بده ولی میدیدم همون من داره معکوم میکنه به مرگ میگه بلوز میگه همون رو خوندم دیدم من داره محکوم میکنه به مرگ بس نشون میده که اون کارهایی که من دارم میکنم اشتباه است کنا مرا فریب داد و با استفاده از احکام پاک الهی مرا محکوم به مرگ کرد اما با وجود این مسائل هیچ شکی نیست که شریعت به خودی خود کامل و خوب و درست منصفانه است شریعت واقعا منصفانه است ولی کی میتونی این شریعت رو شریعت میتونی شما 600 تا کارهایی که گفته در شریعت انجام بدید هیچ انسانی نمیتونه شریعت داره شما رو میگه که چی چیزهای خوبه چی چیزهای بده چی چیزهایی که تو رو محکوم میکنه منصفانه داره به این میگه ولی منو تو نمیتونیم شریعت رو اجرا بکنیم به محکوم به مرگیم اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ برای سوال دیگه اگر شریعت موجه محکومیت و حلاکت من شد چگونه میتواند خوب باشد؟ شریعت به بخو... به قانون خودش خوبه ولی چون منو محکوم میکنه من فکر میکنم که اون خوم نیست نه اون داره با من میگه آقا این را که تو داری میری این معامله که با این آقا داری میکنی باید منصفانه معامله بکنی یعنی بیزنسی که داری میکنی بایدی دو دو تا چهار تا باشه نه که مثلا چهار تا برای تو باشه دو تا برای اون بس منصفانه داره به این میگه که آقا تو رو محکوم داره میکنه چون من نمیتونم این کار انجام بدم میخوام همیشه زرنگتر یه قدم جلوتر باشم بس میگم که نه بس شریعت اینجوری نیست شریعت داره دروغ میگه دروغ نمیگه شریعت شریعت منصفانه داره بهت میگه ولی من و تو چون اجرا نمیتونیم بکنیم به خاطر همه میگیم نه این شریعت خوب نیست واقعیت این است که شریعت نیکوست اما این گناه بود که از وسیله نیکو سوء کرد تا باعث محکومیت من گردد پس ملاحظه میکنید که گناه چقدر فریبنده و مرگبار و سزاوار لحنت است که برای رسیدن به هدف خود یعنی نابودی من از احکام شریعت خوب خدا سوء می میکند ما چرا سوء می میکنیم به خاطر اینکه این, که این طبیعت کونه من در درون من دوست نداره وقتی خدا به من میگه در شریعت به من میگه که آقا تو نباید زنا بکنی تو نباید چشم تمام به زن کسی داشته باشی چشم تمه به مال کسی داشته باشی چون برای من خوم نیست به استفاده من نیست من میگم نه این شریعتم خوب نیست چون نمیتونم اجراش بکنم چون این شریعت نمیتونم میگم خوبم نیست منصفانه نیست نه خی باعثی من چشم تمه به مال مردم داشته باشم چشم تمه به زن مردم داشته باشم چشم تمه به خانه مردم داشته باشم چشم تمه به کشور دیگه داشته باشم که این همه جنگا میشه همه چشم تمه است دیگه پس شریعت خوب است اشکالی در آن وجود ندارد اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شدم همین الان گفتم وقتی چهار نفر یک رای خطا داره میره ما میگیم که همرنگ جماعت بشیم خودمونم با اون جماعت همون کارا رو انجام میدیم میدونیم گناست ولی خودمونم با همون چهار نفر میگیم بیا دیگه چهار نفر داره میگونم منم پنج نفر همرنگ بیزا بشم دیگه در صورتی که این نیست گناه اینقدر زرق برقش زیاده اگه من هر چقدر بخوام رای راست برم گناه اینقدر فریبنده است من میکشونه این دنیا اینقدر فریبنده است من میکشونه به طرف خودش مردم دو کلاس وقتی سوادشون بیشتر میشه بیشتر گناه میکنن چون علم علم خوبه علم در جا همه جا خوبه ولی ازش خوب استفاده کنن چون یه ذره علمشون بالا میره یه ذره سوادشون بالا میره چهار تا کتاب زیادی میخونن میگن که همه اینا رو رد میکنن پس اتوماتیکلی میرن خودشون توی گناه میگن بابا بریم هر شب این دنیا رو اون دنیا رو کی دیده اینی که دیده اونی که دیده بریم هر شب صفا بکنیم سر اینو کلا بیزنیم، فقط مال خودمون باشه پول مال خودشون خونه زندگی ماشینای خوب من چیکار دارم به کسی دیگه که چیکار میخواد بکنه اینه که گناه زرق برق و فریبنده است که ما رو میکشونه به طرف خودش وقتی در خیابون میری میبینیم مثلا چهار نفر دارن با کلاهبرداری یک کارایی میکنن میگم آ ببین چی زرنگه نه زرنگ نیست اون اون میخواد با برداری با دغلبازی میخواد پول کسیگه رو یا یه چیزی رو بیشتر از اون به دست بیاره تا میگیم که آقا خدا به این میگی این کار نکن یا عیسی مسیح اومده خونش داده روی صلیب رفته برای گناهان تو میگه بابا اینا همه داستانه داستان نیست اینا چون ما میخوایم از اینا فرار بکنیم به آن چیزی که دلم میخواد طبیعت کونه ای من میخواد همونی میخوام برم نمیخوام به حرف خدا گوش بکنم در صورتی که خدا به این نمیگی که نرو خوشی نکن نرو آزاد نباش زندانی باش پولدار نشو هیچ خدا اینو نمیگه برو زحمت بکش برو روی سواد خودت پول در بیار زندگی راحت و خوب داشته باش ولی به رای راست خودت اون چیزی که خدا بهت میگه خوبه همونو برو نه که با کلک و دروغ و سر مردم کلاه گذاشتن من بگم بله من زرنگم یا چون خوب صحبت میکنم با صحبت های خودم بگم یه نفر که نتونه صحبت بکنه بزنم تو سرش بنابراین من اختیار عمل خود را ندارم زیرا هرچه میکوشم کار درست انجام دهم نمیتوانم بلکه کاری را انجام میدم که از آن متنفرم شما دیدین بارا کاری انجام دادین که واقعا ازش متنفرین ولی اتوماتیکلی دوباره این طبیعت و کونه تو شما رو میبره دوباره به همون کار انجام میدین بیشتر از خودتون نفرت پیدا میکنین میگی بابا من این دیروز این کار کردم گفتم اشتباه دوباره رفتم این کار انجام دادم درون شما میخواد روی شما میخواد اون کار نکنی ولی جسم شما میخواد که اون کار گناه رو انجام بدی اون وجدان شما میگه این کار است ولی وجود تو که اینجا هستی میخوای بری که این کار انجام بدی چون لذت بخشی معلم برم تو اون کاباره با همه دخترها برقصم با همه فلان بکنم با همه کارا هر کاری دلم بخواد انجام بدم درست لذت بخشه ولی گناه است دیگه بعد از یک ساعت دیگه پشیمون میشی چرا باید کاری انجام بدم که دقیق دیگه پشیمون بشم شما یه پدر مادری هستی برای فرزندان خودتون همیشه حاضرین که تعلیمات خوب به فرزندانتون بدین نمیخواین تعلیمات این, فرا این, عرافی به فرزندانتون بدین آقا برو سر مردم کلا بیزار پول بیشتری در بیار میکنین این کارو نه هیچ پدر مادری این کار نمیکنه آقا برو اونجا دزدی بکن اون پولش زیاده حالا یه ذرش هم نداشته باشه بردار میکنن این کار نه یا آقا داری ماشین رانندگی میکنی قانون بهت میگی چیل تا برو نه آقا هشتا تا برو بی خیال قانون ولش کن هیچ پدر مادری که اینجوری تعلیم نمیده که خدام داره توی رای راست در رای درست رو در در تعلیم میده انجیل ایسای مسیح شما رو داره تو رای راست میاره بهتون نمیگی زندانی باش بهتون نمیگی که آقا برو نمیدونم خوشی نکن میمونی نرو نمیدونم پولدار نشو نه همچی چیزی نیست پولدار بشو خونه خوب داشته باش ماشین خوب داشته باش تو میمونی برو شرابتان بخور ولی چجوری موقعی که یک ذره شراب میخوری که بتونی مثلا یه ذره از وجود اون شراب استفاده بکنی دیگه نه اینکه اینقدر بخوری که از خود بیخود خود بشی گذافگویی بکنی حرکات بد انجام بدی خدا هیچ چی رو من نکرده بهت ولی همه چی رو رای درست به نشون داره میده که آقا این کارا به زندگیت لطمه میخوره اذیتت میکنه من به خوبی میدانم که آنچی میکنم اشتباه است و وجدان ناراحت من نیز نشان میدهد که خوب بد شریعت را تصدیق میکنم اما کاری از دستم بر نمی آید زیرا کننده این کارا من نیستم این گناه درون من است که مرا وادار میکند مرتکب این اعمال زشت کردم زیرا او از من قبیتر است همیشه نفس آدم قبیتره همیشه درون آدم گناه آدم خب... اصلا وجود یک انسان هرچی به گناه میره خیلی قوی تر کی آن روبای از تو رو میکشه به طرف خودش درونت بهت میگه وجدانت بهت میگه آقا نکن این کارو تو الان یه بدبختی بیچاره ای که داره اونجا میره با همین چیزی که زندگیش داره پیش میبره اون یک چیز ازش نگیر همین که داره جمهوری اسلامی داره این کار میکنه همه چیز از ایرانیا داره میگیره حالیش نیست که برای اینکه خودش نیست درونش اصلا شیطان کنترل کننده این رژیمه دست شیطان اصلا تو رژیم جمهوری اسلامی است. اگه اینا بفهمن که میفهمن ولی چون شیطان حاکم ایناست پادشاه ایناست اینا رو برای کج میبره اصلا کلن چون از خدا هدایت نمیشن خدای اینام خدای واقعی نیست شما نگاه بکنین در اسلام اگه تا اون موقعی که محمد آقای محمد تا اون موقعی که با زنش بود آیای میداد مثل شریعت تورات اونا رو کاپی کرده بود خوب بود داشت میداد ولی از اون به بعد وقتی زنش مرد دیگه از اون بابت دیگه خودش شد دیگه پادشاه خدا خدا شد کار، کارمند او آقا که هرچی این میخواد بگه خدا براش بکنه مثلا بگه شست تا زن برای من حلال خدا بگه اوکی بزن زیرش اوکی کارمند آقا شده بود خدا اونم اون خدایی که خودش قبول داشت خدای واقعی که قبول نداشت که اون خدایی که خودش قبول داشت بس شریعت اینه شریعت به ما نشون میده همه چی رو ولی چون ما نمیتونیم اون شریعت رو انجام بدیم به هر حال گناه میکنیم بس شریعت خوبه ولی چون نمیتونیم انجام بدیم بس اینجا چی شد عیسی مسیح اومد اون شریعت قبول ولی چون دید من و تو نمیتونیم شریعت رو انجام بدیم چیکار کرد عیسی مسیح خودش اومد کفاره گناههای ما رو داد با خون خودش روی صلیب تا بتونیم من و تو آزاد بشیم به خون عیسی مسیح تا بتونیم که دیگه شریعتی ما بین ما نیست هر چیزی که ایسای مسیح تعلیم داد از تعلیمات عیسی مسیح میخوریم و جلو میریم تا بتونیم مثل عیسی مسیح بشیم چون شریعت دیگه کارساز نیست بر ما نمیتونیم شریعت انجام بدیم این عمل بکن اون عمل بکن نماز بخون او یکی رو بکن ای یکی کار بکن رو به اون طرف وایسا نمیتونیم پس عیسی مسیح ما رو آزاد کرد به خون خودش با فیض خودش لایقش نبودم من ولی با فیض عیسی مسیح این لیاقت پیدا کردم که فرزند خدا بشم پس امروز من و تو بیایم به این عیسی خداوند ایمان بیاریم تا از گناه های ما که این همه گناه در ایرانه از این گناه ها دست بکشیم از این گناه ها آزاد بشیم امروز عیسی مسیح رو به قلبت بیار تا عیسی مسیح زندگی تو رو عوض بکنه تا حقیقتا بفهمی زندگی هم میشه خوب زندگی کرد هم میشه آزاد زندگی کرد هم با شادی میشه زندگی کرد در عیسی مسیح شما را به دستای خداوند میسپرم تا هفتهی دیگر بدرود تا درودی دیگر مرسی که به ما گوش